شما بیننده تماشا 24 هستید. سر خط خبرها. شناسایی و دستگیری نظامیان پیشین توسط دستگاه بایومتریک در پنجشیر از سوی طالبان. کشته شدن دو فرمانده طالبان در پنجشیر و پروان از سوی مبارزان جبهه مقاومت. تصویب بودجه مالی سال 1401 از سوی شورای وزیران طالبان با 231 میلیارد افغانی. و گفتگوی رهبران روسیه و تاجیکستان در مورد تحولات افغانستان. مشروعی خبرها. ادعاهایی وجود دارد که طالبان در مسیر پنجشیر توسط دستگاه بایومتریک نظامیان پیشین را شناسایی می کنند. منابع محلی در پنجشیر می گویند که طالبان در مسیر این ولایت به هدف شناسایی نظامیان حکومت پیشین ایست بازرسی ایجاد کردند. منابع گفتند که از صبح روز شنبه بدین سو طالبان در ساحه دالاسنگ ولسوالی شتل این ولایت مسافران را بایومتریک می کنند. به گفته آنان تاکنون چندین نظامی حکومت پیشین توسط دستگاه های بایومتریک در این مسیر شناسایی و سوی طالبان بازداشت شدند. طالبان تا اکنون در مورد این ادعاها چیزی نگفتند. گفتنی است که از چند روز بدین سو درگیری‌های وقفه‌ای میان نیروهای جبهه مقاومت ملی و طالبان در پنجشیر ادامه دارد. پیش از این نیز طالبان متهم به گروگانگیری ده‌ها غیر نظامی در پنجشیر شده بودند، اما طالبان همواره این ادعاها را تکذیب کردند. در 24 ساعت گذشته دو فرمانده طالبان در پنجشیر و پروان از سوی مبارزان جبهه مقاومت ملی کشته شدند. علی میثم نظری مسئول روابط خارجی جبهه مدعی است که ملا عبدالغفار یک فرمانده برجسته طالبان در ولسوالی روخی پنجشیر و ملا ملنگ در ولسوالی بگرام ولایت پروان کشته شدند. در همین حال گروه طالبان نیز کشته شدن ملا عبدالغفار معاون قلوردوی طالبان در قندهار که برای رهبری جنگ به پنجشیر اعزام شده بود را تایید کرده است. از سوی دیگر بر اساس خبرنامه جبهه ملی آزادگان شب گذشته چریک های جبهه ملی آزادگان یک موتر رنجر گروه تروریستی طالبان را در ولسوالی سید خیلی ولایت پروان هدف قرار دادند که در نتیجه 3 تن از جنگجویان گروه تروریستی طالبان کشته شدند. این در حالی است که درگیری میان دو طرف در ولایت پروان تخار ولسوالی های سیگانی در اندراف و ولسوالی خوستفرنگ ولایت بغلان از چندین روز بدین سو جریان دارد. جبهه مقاومت ملی افغانستان و طالبان پیش از این از وارد شدن تلفات به یکدیگر در این درگیری ها خبر داده بودند. یک کمین جانانه بالای عسکرای مزدور کسایی که به نام جهاد آمدیم بالای ملت مسلم و پنجشیر هجوم میارن. حالا برای شما نشان میدیم که شما در مقابل مسلمان جنگ میکنید، نه در مقابل کافر. بزرگای شما مسلمان نیست، شما را به بهانه های این آن همراه ما میجنگاند. فقط دور و نزدیک مقاومتگران قرارگاه شابه سال 1401 ماه دوم تاریخ 17 پوسته دو اب توسط مقاومتگران قرارگاه شابه فتح گردید. طالبان اعلام کردند که شورای وزیران آنان بودجه سال 1401شان را تصویب کرده است. وزارت مالی حکومت سرپرست طالبان بودجه سال مالی 1401 را بر اساس مصوبه شورای وزیران و تایید رهبری این گروه ترتیب و اعلام کرد. این وزارت مجموع بودجه سال مالی 1401 را 231 میلیارد افغانی گفته که از این مقدار حدود 203 میلیارد افغانی آن بودجه عادی و 27.9 میلیارد افغانی آن بودجه انکشافی است. وزارت مالی حکومت سرپرست طالبان در اعلامیه که امروز منتشر کرده گفته است که بودجه امسال کاملا از عواید داخلی و فارغ از هر گونه حمایت مالی خارجی ترتیب شده است. این وزارت در عین حال گفته است که بودجه امسال 44 میلیارد افغانی کسری دارد. سال گذشته بودجه سال 1400 با جنجال‌های گسترده میان حکومت اشرف غنی و مجلس نمایندگان تایید شد. مجموع بودجه ملی افغانستان برای سال 1400 بیش از 473 میلیارد افغانی بود که 311 میلیارد آن را بودجه عادی و 161 میلیارد افغانی دیگر را هم بودجه انکشافی تشکیل می‌داد. 216 میلیارد افغانی این بودجه از منابع داخلی افغانستان و
تباقی از کمک‌های خارجی تأمین شد. وزارت مالی حکومت بیشین سال گذشته کسری بودجه افغانستان برای سال 1400 را حدود 37 میلیارد افغانی اعلام کرده بود. رهبران روسیه و تاجیکستان در مورد تحولات افغانستان گفتگو کردند. به دنبال حملات موشکی از خاک افغانستان به ساحات مرزی تاجیکستان، رهبران روسیه و تاجیکستان در پیوند به تحولات افغانستان گفتگو کردند. با گزارش خبرگزاری روسیه و بر بنیاد بیانیه دفتر رسانه‌های رئیس جمهور تاجیکستان، سران دو کشور در پیوند به تحولات نگران کننده افغانستان و وضعیت مرزهای تاجیکستان صحبت کردند. هرچند در این بیانیه جزئیات بیشتر داده نشده، اما گفته شده است که قرار است نگرانی‌های امنیتی تاجیکستان در نشست سران سازمان پیمان امنیت جمعی بررسی شود. قرار است این نشست در 16 می با میزبانی روسیه برگزار شود. طالبان یک تاجر را در خیرخانه کابل تیرباران کردند. منابع میگویند که طالبان محمد هادی امیری، مشهور به ببرک امیری، را در یک از ایستهای بازرسیشان در کابل کشتند. اما طالبان در این مورد واکنش نشان ندادند. از زمان به قدرت رسیدن طالبان، افراد این گروه بارها در ایستهای بازرسی بالای غرد نظامیان شلیک کردند که سبب کشته شدن چند تن شده است. در پی آتش سوزی در ولسوالی دهراوت ولایت اروزگان، ده ها دکان سوخته است و 3 میلیون افغانی برای دکانداران خسارات بر جا گذاشته است. این آتش سوزی پس از 4 روز گذشته در بازار ولسوالی دهراوت ولایت اروزگان رخ داده است. محمد آصف، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان برای ولایت اروزگان، گفته که در این آتش سوزی ده ها دکان آتش گرفته و دست کم 3 دکان به گونه کامل تخریب شده است. این آتش سوزی ناشی از انفجار یک بالون گاز بوده است. رئیس اطلاعات فرهنگ طالبان در ولایت اروزگان میگوید که در پی این حادثه به کسی جانی نرسیده است. آسیب دیدگان میگویند که تا اکنون با آنان کمک از صورت نگرفته است. پانزده کشور جهان به شمول آمریکا، بریتانیا، جرمنی و کانادا در یک اعلامیه مشترک در مورد محدودیت‌ها بر زنان در افغانستان ابراز نگرانی کردند. این 15 کشور جهان گفتند تصمیم طالبان در مورد زنان را نمی‌پذیرند. این اعلامیه یک روز جمعه منتشر شد. در آن به وضع محدودیت‌های روزافزون بر حقوق زنان در افغانستان ابراز نگرانی عمیق شده و گفته شده است که تصمیم اخیر طالبان برای جامعه جهانی قابل پذیرش نیست. در اعلامیه آمده است طالبان دست به یک سلسله اقدامات دیگر نیز زدند که سبب محدود شدن حقوق دختران و زنان می شود. این اعلامیه به گونه مشترک از سوی وزیران خارجه کشورهای آمریکا، بریتانیا، جرمنی، استرالیا، کانادا، دنمارک، فنلند، ایتالیا، ژاپن، کوریا، هلند، نیوزلند، نروژ، اسپانیا و سویدن منتشر شده است. در اعلامیه گفته شده است که طالبان باید بر تصمیمشان تجدید نظر کنند.